ماجرای لغو برنامه پرطرفدار شبکه خنده از طرف خانم داوود سلطانزوی. شبکه خنده یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های کمدی در افغانستان و تلویزیون طلوع است که البته علاقمندان فراوان را به خود جذب کرده است. از چند روز به این طرف زهره یوسف خانم داوود سلطانزوی گفته است که برنامه شبکه خنده را لغو می کند و بالاخره لغو کرده است و دیگر نشر نمی شود. تا حال این برنامه به خاطر کارهای غیر قانونی، زورمندان و مسخرگی دولت مردان افغانستان الا اشرف غنی که رئیس جمهور کشور است بخش‌های کمدی ساخته است. و اما تا حال هیچ کس نتوانسته که این برنامه را لغو کند. خوب، زمانی که گپ بالای داوود سلطانزوی شهردار کابل رسید، خانمش شروع کرد به شکایت کردن‌های فیسبوکی در این مورد که شوهرش آدم خوبی هست و تیم برنامه شبکه خنده جفای بزرگ به حق مردم کرده و همیشه خون ملت را خورده و فساد کرده است. باید آنها محکوم شوند. خوب به هر حال، اما خوشبختانه پس از اطلاع از دوستانمان از تلویزیون طلوع و پست اخیر خانم انیسه شهید دریافتیم که این خبر صحت ندارد و به مورد خانم زهره یوسف خود را به گفته عام خیلی ساخته است. قابل ذکر است که اگر گپ به مردم و ملت افغانستان برسد، یک لحظه دوست ندارند که افراد همانند سلطانزوی و خانمش در افغانستان باشند و ما گروه شبکه خنده همیشه در دل مردم ما جا دارد و خدمت بزرگ نیز به مردم کردن. آریانا سعید، هنرمند پر آوازه کشور، از این بابت افسرده شده و چنین نوشته است: آیا این خبر حقیقت دارد که برنامه شبکه خنده لغو شده است؟ آرزو دارم این خبر دروغ باشد، چرا که موجودیت چهره های زیبای این عزیزان ما یک نیاز مهم برای هموطنان رنجیده ما هست. خوب، پس از ساعت نیز زمان که آریانا سعید با مسعود سنجر صحبت کرده چنین نوشته است: خبر خوش عزیزان دل، با دوست خوبم مسعود جان سنجر در تلویزیون طلوع صحبت داشتم و برایم دلجمی داد که این خبر حقیقت ندارد. ظاهرا ما هم شکار یک خبر جعلی از یک حساب جعلی زیر اسم خانم زهره یوسف شده ایم. خداوند این اشخاص بیکار و منفی اندیش را هدایت نماید، چرا که هموطنان ما امروز به خبرهای مثبت و امیدوار کننده نیاز دارند، نه به خبرهای جعلی و منفی. زنده باد شبکه خنده. به هر حال فکر نمی کنم که این حساب فیسبوکی خانم زهره یوسف جعلی باشد و اگر نیاز شود آن را نیز جعلی خطاب خواهند کرد. ماجرا از اینجا شروع شد که تیم شبکه خنده طنز در مورد گرفتن چتری بالای داوود سلطانزوی و از این موارد ساخته بودند که خانم زهره یوسف خانم داوود سلطانزوی از این وضعیت ناخوش بود و چنین نوشت: توهین محترم داوود سلطانزوی شاروال کابل توسط برنامه شبکه خنده تلویزیون طلوع غیر قابل قبول بوده و غیر مسلکی می باشد. متاسفانه سعد محسنی رئیس تلویزیون طلوع در خارج از کشور بوده و با تلاش زیاد نتوانستم با وی ارتباط برقرار کنم. جدعا این موضوع را پیگیری می نماییم و با این اوباشان که برنامه را ساخته اند نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. و پس از چند روز هم در صفحه فیسبوکش چنین گفته بود: شبکه خنده دیگر نشر نمی شود و این تلاش ما بود تا این اراذیل دیگر جب نزنند. از جناب سعد محسنی یک دنیا سپاس بابت همکاریشان. خوب، فکر میکنم حتما این خانم با کامکس دیگره که نامش سعد محسنی بوده اشتباهی صحبت کرده و با لحن زشت تیم نازنین شبکه خنده که همیشه کوشش میکن تا به لبهای مردم خنده بیاورند را اراذیل خطاب کرده و حالا شما بگید که اراذیل چی کسانه هستند؟ آیا شبکه خنده اوباش به نظر میرسد؟ به نظر بنده هرگز و به هیچ وجه اوباش نیست. دوستان محترم، گروه شبکه خنده انعکاس دهنده حقایق اشخاص همچون سلطانزوی و دیگران هستند. خب دوستان عزیز، ممنون از این که تا آخر با ما همراه بودید و اگر ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشد، پس لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را نیز فعال نمایید و برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک نمایید. ممنون از این که با ما تا آخر همراه بودید.